آقا سنسور اکسیژن چی هست؟ علائم خراب شدن سنسور اکسیژن چیا هستن؟ استاد این سنسورهای دست دوم و استوک خوبه بخرم یا نه؟ رفقا امروز قراره در مورد سنسور اکسیژن نکات مهمی و خدمتتون عرض کنیم، پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت دوستان کار درست خودمون در تعمیرگاه برق خودرو حاجیان. دوستان امروز تصمیم داریم یه طوری مختصر و مفید سنسور اکسیژن رو براتون توضیح بدیم که هر جا اسم سنسور اکسیژن رو شنیدی یاد ما بیفتی توی تعمیرگاه برق خودرو حاجیان. پس اگر تا الان هنوز افتخار ندادی کانال ما رو سابسکرایب کنی، اون دکمه سابسکرایب رو بزن. اگر ویدیوهامون براتون مفیده لطفاً با لایک کردن از ما حمایت کنید. دوستان ماشین های انجکتوری یک سنسور خیلی مهم دارن به اسم سنسور اکسیژن. در اصل اساس کارکرد ماشین های انجکتوری اطلاعاتیه که سنسور اکسیژن ارسال میکنه به ECU ماشین. سنسورهای اکسیژن همونطور که از اسمشون پیداست ساخته شدن که تعداد مولکول های اکسیژن رو توی دود ماشین اندازه بگیرن. سنسورهای اکسیژن رو در مسیر گازهای خروجی یا در مسیر دودی که از احتراق موتور حاصل میشه میبندن. پس اگر خواستی سنسور اکسیژن ماشینت رو پیدا کنی، منیفول اگزوز رو نگاه کن، احتمالاً سنسور اکسیژن رو میبینی. توی ماشینهای یورو 4 معمولاً از دو تا دونه سنسور اکسیژن استفاده میشه. یه دونه قبل از کاتالیزور که بهش میگن سنسور اکسیژن بالا، یه دونه بعد از کاتالیزور که بهش میگن سنسور اکسیژن پایین. شاید شما عزیزان از ما بپرسید آقا این سنسور اکسیژن اصلا چطور کار میکنه؟ رفقا اگر بخوایم مختصر و مفید عملکرد سنسور اکسیژن رو خدمتون توضیح بدیم، سنسورهای اکسیژن از یک ماده تشکیل شدن به اسم دیوکسید زیرکونیوم. البته مدل دیگه ای از سنسورهای اکسیژن توی صنعت استفاده میشه که جنس اصلیش یا ماده تشکیل دهنده اون دیوکسید تیتانیوم هست، ولی به خاطر اینکه این دیوکسید تیتانیوم قیمت بالایی داره توی صنعت خودروسازی از دیوکسید زیرکونیوم استفاده میکنن. اساس کار سنسورهای اکسیژن به این صورته که این ماده دیوکسید زیرکونیوم یک خاصیت داره که اگر سطح اون داغ بشه و دماش برسه به محدوده 400 تا 450 درجه سانتیگراد، شما بگیرید جلوی دهنتون فوتش کنید، از برخورد مولکولای اکسیژنی که توی بازدم شما وجود داره به این سطح دیوکسید زیرکونیوم یک برقی توی این سنسور تولید میشه. اساس کارکرد سنسور اکسیژن ها به این صورته. پس با برخورد مولکولای اکسیژن به دیوکسید زیرکونیوم باعث میشه که یک برقی داخل این تولید بشه. این برقی که توی سنسورهای اکسیژن تولید میشه بین 0 ولت تا 1 ولته. به این خاطره که روی سنسور اکسیژن ها رو اگر دقت کنید اینطور سوراخ سوراخه یا شیار شیاره. این شیارها یا سوراخ ها رو به این خاطر تعبیه کردن که مولکولای اکسیژن از این عبور کنن و بخورن به اون سطح دیوکسید زیرکونیوم. اگر تعداد مولکول‌های اکسیژنی که به این سنسور برخورد می‌کنن زیاد باشن، ولتاژی که توی این سنسور تولید میشه نزدیک به 1 ولته و ECU تشخیص میده بنزینی که داره وارد موتور میشه زیاده و باید سطح بنزین رو پایین بیاره. حالا برعکس اگر تعداد مولکول‌های کمتری به سطح این دیوکسید برخورد کنن، ولتاژی که توی این تولید میشه نزدیک به 0 و ECU اینطور تشخیص میده که بنزینی که داره وارد موتور میشه کمه و باید پاشش رو بالا بیاره و اونطور میاد به سوزن انجکتورهای موتور ماشینتون دستور میده که بنزین رو بیشتر بپاشن. حالا متوجه شدی که اگر این سنسور اکسیژن از کار بیفته چرا مصرف سوختتون بالا میره؟ خب همینطور که خدمتون عرض کردیم، اولین شرط این که سنسور اکسیژن درست کار کنه اینه که دمای این دیوکسید زیرکونیوم برسه به 400 تا 450 درجه سانتیگراد. به این خاطر توی سنسور اکسیژن یه دونه المنت هم کار گذاشتن. 4 تا رشته سیم به سنسورهای اکسیژن وارد میشه.
که دو تا از این رشته سیم ها منفی و مثبت المنت یا گرم کن یا هیتر سنسور اکسیژن شماست. معمولا خرابی سنسور اکسیژن ها به خاطر از کار افتادن المنت داخل اونهاست. حالا ممکنه شما دوست عزیز از ما بپرسی آقا علامت های خراب شدن این سنسور اکسیژن چیا هستن؟ اولین علامت و مهمترین علامت خراب شدن سنسور اکسیژن بالا رفتن ناگهانی مصرف سوختتونه، طوری که شما خودتونم احساس میکنید میگید ای بابا مصرف سوختم چرا انقدر بالا رفت، اصلا عقربه بنزین رو انگار دارم میبینم میاد پایین. اگر مصرف سوخت ناگهانی بالا بره یکی از علامتهای خرابی یا سوختن سنسور اکسیژن ماشینتونه. دومین علامت خرابی سنسور اکسیژن ریپ زدن ماشین توی سربالایی هاست. اگر توی سربالایی یا توی سینه کشی جاده ماشینتون ریپ میزنه این علامت خراب شدن سنسور اکسیژن ماشینته. سومین علامت خرابی سنسور اکسیژن کوب کردن ماشین در حال حرکته. اگر با ماشینتون توی جاده در حال حرکتید و احساس میکنید ماشینتون رو میگیرن ول میکنن و کوب میکنه زیر پاتون، این یکی از علائم مهم خرابی سنسور اکسیژن ماشینتونه. علامت چهارم خراب شدن یا خرابی سنسور اکسیژن احساس بوی خامسوزی، وجود دود سیاه یا دود زدن و دوده سیاه زدن توی اگزوز ماشینتونه. زمانی که ماشینتون گرم شده یا به اصطلاح موتور داغ هست، اطراف ماشین یا سمت اگزوز ماشین احساس کردی بوی خامسوزی میاد، این یکی از علامتهای خراب شدن سنسور اکسیژن ماشین شماست. دوستان آخرین علامت خرابی سنسور اکسیژن روشن شدن چراغ چک ماشینتونه. پس اگر چراغ چک ماشینتون روشن شد و یکی یا دو تا از این علائمی که خدمتتون عرض کردیم باید نسبت به چک کردن سنسور اکسیژن اقدام کنید. روش چک کردن به چه صورته؟ شما باید دستگاه دیاگ بزنید، اول ببینید آیا خطای سنسور اکسیژن توی ECU ماشینتون ثبت شده یا نشده. اگر خطا ثبت شده بود اون موقع دیگه باید به فکر باشید و یک سنسور خوب و اصلی تهیه کنید. خیلی از دوستان از ما میپرسن که آقا این سنسورهای استوک و دست دومی که توی بازار هست خرید کنیم یا نکنیم؟ رفقا این سنسورهای استوک معمولا از کشورهای حاشیه خلیج فارس میان. به چه صورت؟ ماشینهایی که برای تعویض پلاک و ماین فنی به مراکز تعویض پلاک و ماین فنی توی این کشورهای حاشیه خلیج فارس مراجعه میکنن، یکی از شرایطشون اینه که سنسور اکسیژن ها رو روی 5 سال تعویض کنن، حتی اگر سنسور سالم باشه. و عزیزان وارد کننده هم میرن این سنسور ها رو به صورت کیلویی خرید میکنن و وارد کشور میکنن و به صورت دونه‌ای به ما میفروشن. خرید کردن سنسور اکسیژن های استوک مثل یک هندونی سربسته است یا یک هندونی دربسته است، شانسیه به شما جواب بده یا نده. ما خودمون توی تعمیرگاه تا الان واقعیتش هر چقدر سنسور اکسیژن استوک خریدیم نصب کردیم یا مشتری ها خودشون خریدن ما نصب کردیم جواب نداد و بعد از مدت کدای چراغ چک روشن شد و خطای سنسور اکسیژن ثبت شد. اگر شما سنسور اکسیژن استوک می‌خرید با فروشنده شرط کنید که آقا اگر مشکلی داشت یا خطا رو ثبت کرد براتون تعویض کنن یا ازتون پس بگیرن. اگر ویدیوهای ما براتون مفید بود با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. خیلی ممنون که به ما انرژی میدید، توی راه نمونید. دمتون گرم.